بچه ها، اگه تو یوتیوب یکی از ویدیوهای شما وایرال بشه و تا 1,000,000 بار بازدید بگیره، فکر میکنید که چقدر پول نصیبتون میشه؟ بیشتر از $100، بیشتر از $1,000، بیشتر از $10,000 یا همه موارد؟ نظر شما کدوم گزینه است؟ قبل از اینکه بخواید ادامه ویدیو رو ببینید، یه حدسی بزنید و تو کامنت ها واسم بنویسید. بهتون نشون میدم ویدیویی که 1,000,000 بار بازدید گرفته چقدر درآمد داره. اما قبلش باید با نحوه محاسبه درآمد تو دنیای یوتیوب بیشتر آشنا بشید. همونطور که میدونید یوتیوب با نمایش تبلیغات برای کانال شما درآمدزایی میکنه. شما به ازای هر 1,000 بار نمایش تبلیغات تو ویدیوهاتون مبلغ مشخصی رو دریافت میکنید که بهش یوتیوب میگه RPM. بچه وقتی میگیم RPM کانالی 2 هستش، یعنی به ازای هر 1,000 بار نمایش تبلیغات تو کانالش تا $2 نصیبش میشه. وقتی میگیم RPM کانالی 10 هستش، یعنی از هر 1,000 بار نمایش تبلیغات $10 نصیبش میشه. حالا چه کانال های RPM بالایی دارن و چه کانال های RPM پایین؟ عموما بچه ها کانال های تخصصی، کانال های آموزشی RPM بالایی دارن، تا $18 هم میرسه، و کانال های سرگرمی به نسبت RPM پایین تر. جالبه بدونید که گیمرها تو دنیای یوتیوب در واقع کمترین RPM رو دارن. این عدد تو خیلی از مواقع حتی بین 30 تا 50 سنته. واقعا چرا؟ چرا یک سری از کانال ها RPM بالاتری دارن و یک سری RPM پایین تر؟ باید بدونید که یوتیوب هیچ نقشی تو بالا و پایین بودن RPM ها نداره. هیچ دستی یوتیوب تو این قضیه نداره. در واقع بیزنس ها هستن که دارن تصمیم میگیرن که کدوم کانال پول بیشتری در بیاره و کدوم کانال پول کمتر. این یعنی چی؟ تصور کنید که شما تولید کننده مشروبات الکلی هستی. میخوای تو یوتیوب تبلیغ محصولت رو پخش کنی. شما لزومی نداره که به نوجوان ها این تبلیغ رو نشون بدی، چون نوجوان ها اصلا بازار هدف شما نیستن. فروش این محصول به اونها غیرقانونیه، هنوز به سن 18 سال نرسیدن. یا یه مثال دیگه، تصور کنید که شما فروشنده بیمه عمر هستی یا اصلا خودروی لوکس تولید میکنی. آیا واقعا تبلیغت رو به یک نوجوان نشون میدی؟ چرا آخه؟ نوجوان هنوز دستش تو جیبش نمیره، هنوز آزادی مالی نداره، نمیتونه خرید بزنه. پس با نمایش تبلیغات به این قش علنا پول تبلیغات رو هدر دادیم. کمپانی ها هیچ وقت این کارو نمیکنن. تو بحث تبلیغات نوجوان ها جامعه هدفی هستن که بیزنس ها زیاد باهاشون کاری ندارن. دلیلش هم بهتون گفتم، چون دستشون تو جیبشون نمیره و خریدارهای خوبی نیستن. هدف از تبلیغات اینه که فروش ایجاد بکنه یا بانک اطلاعاتی هدفمندی رو بخواد جمع بکنه. حالا میخواستم به اینجا برسم که چرا یک کانال گیم RPM پایینی داره؟ چون عمده مخاطبینش نوجوان ها هستن، یکی از دلایلشه. و بیزنس ها چیزی برای نمایش به نوجوان ها ندارن. درسته که ممکن یک تینیجر VPN بخره، بازی بخره، چه میدونم با پسندازش حتی کنسول بازی تهیه کنه، اما در همین حد. هیچ وقت یک صرافی آنلاین تبلیغش رو به یک تینیجر نشون نمیده، چون اصلا نمیتونه اون ثبت نام بکنه. هیچ وقت یک پروژه کریپتویی که نیاز به سرمایه گذاری داره تبلیغش رو به یک نوجوان نشون نمیده، و ده ها مثال دیگه. غیر از این موردی که گفتم، عوامل دیگه هم وجود داره که باعث بالا یا پایین شدن RPM میشه. مثل کشوری که بازدید کننده های شما توش زندگی میکنن. کسایی که تو یوتیوب انگلیسی کار میکنن این رو خوب میدونن. اگر مخاطب شما از هند باشه، متاسفانه شما RPM پایینی داری، و اگر از امریکا، استرالیا، کانادا، انگلیس، از یه همچین کشورهایی اگه باشه، RPM به نسبت بالاتره. چرا؟ چون تبلیغات یوتیوب تو هند ارزونتره و تو کانادا و امریکا و استرالیا گرونتر. با این توضیحات مفصل حالا متوجه شدیم که هر کانالی RPM خودش رو داره و RPM رو بیزنس ها تعیین میکنن، نه یوتیوب. اینم جالبه بدونید بچه ها، حدود 6 ماه پیش RPM کانال من 8 بود. یک سال روی 8 بود، اما از 6 ماه پیش آروم آروم RPM اومد پایین و حتی تو یک سری از ماها رسید به $4.5. یعنی 8 شد $4.5. دلیلش چیه؟ دلیلش رو باز هم تو اقتصاد میشه پیدا کرد. بعد از جنگ اوکراین و روسیه که دقیقا از 6 ماه پیش بود، اوضاع اقتصاد دنیا به هم ریخت. تورم جهانی به وجود اومد. بیزنس ها پول کافی برای تبلیغات ندارن و اوضاع اصلا خوب نیست. از طرفی یهو بازار کریپتو همین وسط سقوط کرد و این باعث شد که حداقل تأثیر زیادی رو درآمد کانال من بذاره، چون عمده تبلیغاتی که مخصوصا تو اون دوره تو کانال من پخش میشد مربوط به حوزه کریپتو بود و
وقتی اونا دیگه تبلیغ نکردن، آروم آروم RPM کانال من هم اومد پایین. دوباره الان تو روزهای نزدیک به سال نو، چون تبلیغات یه مقدار بیشتر شده، میبینید که RPM یه مقدار رفته بالاتر و همیشه به همین شکله. اوضاع تبلیغات اگه خوب باشه RPM میاد بالا، اگه بد باشه RPM میاد به سمت پایین. حالا بیایید تو این قسمت از ویدیو RPM کانال های مختلف رو بهتون نشون بدم، تو حوزه های مختلف، از کم به زیاد، که یه دیدی هم داشته باشید نسبت به موضوعات مختلف که چه RPM دارن. در حال حاضر خیلی از بچه های این کانال رو ایده ویدیوهای مقایسه‌ای کار میکنن. این ایده RPMش اندازه کانال های گیمه، در واقع متاسفانه پایین ترین RPM رو داره. همونطور که میبینید این کانال یه کانال مقایسه‌ای هستش که RPMش چیز در حدود 70 سنت دلار کاناداست، که میشه چیز در حدود 50 سنت امریکا، 50 سنت دلار امریکا RPMش در این حد. یه ایده دیگه مثل ایده خلاصه فیلم، اوکی، نسبت به مقایسه وضعیتش بهتره، چیزی در حدود 1 دلار RPM این کانال ها. نمونه‌ای که دارم بهتون نشون میدم همه نمونه‌های واقعی هستن، بچه‌ای که همین الان دارن کار میکنن. ایده دیگه ای که بچه‌ها خیلی روش کار میکنن بحث ساتیسفای ASMR، مثل شستن فرش یا کار با شن جادویی و اسلایم و اینها. اینا RPM شون در حدود 1.6 دلار هستش. باز میگم تو این شرایط خیلی RPM اومده پایین. قبلا همین کانال تا حدود 3 دلار هم میگرفتم 6 ماه پیش، اما الان خب شرایط این شده، میگم تورم جهانی اینا خیلی تاثیر داشتن دیگه. مثلا بریم سراغ حوزه آموزش، کانال هایی که بهتون نشون دادم همه قبلی ها حوزه سرگرمی بودن. این کانال، کانال علی هستش، آموزش الکترونیک میده. ببینید چون حوزش آموزشه یهو RPM شده 3.77، 3.77 دلار. چیزایی که قبلا بهتون نشون دادم اکثرا تو یوتیوب انگلیسی بودن، این تو یوتیوب فارسیه، پس میبینید که شرایط یوتیوب فارسی هم حتی میتونه خوب باشه. عموماً میخوام جمع بکنم قضیه رو. کانال های سرگرمی از 0.5 سنت تا 2 دلار RPM دارن در شرایط حاضر، و کانال های تخصصی 2 تا 5 دلار. بازم تکرار میکنم تو شرایط حاضر، ممکنه در آینده دوباره تغییر بکنه. حالا برگردیم سر سوال اولمون. اگه 1 میلیون بار بازدید بگیریم از یکی از ویدیوهامون، چند دلار نصیبمون میشه؟ گزینه درست گزینه همه موارد بچه‌ها، چون میتونه هر اتفاقی بیفته. بیایید یه نمونه واقعی نشونتون بدم. این ویدیو تقریبا بچه‌ها 1 میلیون بار بازدید گرفته. RPM این ویدیو 1.8، 1.80 دلار. پس چیزی در حدود 1700 دلار این ویدیو پول ساخته. شما اگه 1 میلیون بار رو ضرب در 1.8 هم بکنید، دوباره تقریبا به همین عدد میرسی. چیزی نزدیک به 70 میلیون تومان تو شرایط حاضر میشه. این کانال یکی از بچه‌هاست که تو یکی از روستاهای مرزی کشور زندگی میکنه. حالا RPM همین کانال اگه به جای 1.8 15 سنت بود به عنوان مثال، درآمد همین ویدیو میشد چیزی در حدود 150 دلار. این کل داستان RPM است بچه‌ها. کسی که تو یوتیوب حرفه‌ای کار میکنه همیشه حواسش هستش که موضوعاتی رو انتخاب بکنه که به نسبت RPM بالاتری داشته باشن. گفتم این RPM ثابت نیست و به مرور زمان بالا و پایین میشه. تقریبا میتونم بگم که چیز دیگه ای نمونده. ممنون که تا این لحظه همراه من بودید.